بعد از وایرال شدن کلیپی از ضرب و شتم یه مادر توسط یه مأمور لباس شخصی، هویت این مأمور هم مشخص شد. با ما همراه باشید راجبش صحبت می‌کنیم. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. خب بعد از مسموم شدن دانش آموزان چندین مدرسه توی شهر تهران، والدین نگران مدارس مختلف جلوی مدارس بچه هاشون تجمع کردن که یک کلیپ پیروز گذشته خیلی وایرال شد از کتک خوردن مادر یکی از این دانش آموزان توسط یه مأمور لباس شخصی به بدترین شکل ممکن که موهای این زن رو بدون رعایت قانون و حد شرعی میکشید رو و اون زن رو مورد ضرب و شتم و کتک قرار میداد. بعد از پخش شدن این کلیپ سخنگوی نیروهای مسلح گفت اصلا این فردی که حالا لباس شخصی هستش از ماموران هیچ کدوم از ارگانهای نظامی نیستش، ولی با این حال هیچ خبری مبنی بر دستگیری این فرد و اینکه هویتش چی هستش منتشر نشد. سازمان‌های اطلاعاتی ایران که مثلا رقصیدن یه نوجوان 16-17 ساله رو توی کمتر از 24 ساعت شناسایی میکنن، اون فرد رو بازداشت میکنن و براشون دادگاه تعیین میکنن، هنوز قادر به تشخیص هویت و شناسایی این فرد نشده. ولی خب با توجه به این که این فرد توی منطقه تهران سر بوده، توسط مردم شناسایی شده. علی کریمی با انتشار یه سری تصویر راجب هویت این فرد صحبت کردش و گفت سرکوبگر مدرسه تهران سر مهرداد حسینی اهل محله تهران سر هستش، شماره تماسش اینه، پاتوقش خیابون 14 محله تهران سر هستش، یک باب مغازم در پاساژ پاویلیون تهران سر داره که اجاره داده، محل سکونتش هم تهران شهرک هرمزان شهرک غرب هستش، کسبه تهران سر کاملا اون رو میشناسن. اون هم اینطور ادامه داد و یه عکس دیگه از این فرد در حالی که در حال مصرف مشروبات الکلی هستش منتشر کرد و گفت از دیشب عکسای اون مزدور مهرداد حسینی که موهای اون مادر نگران رو جلوی مدرسه میکشید وایرال شده. اینم عکس جدیدش پای بسات عرق. عکسای جدیدترش هم میرسه. به زودی به دلیل مصرف زیاد سنگ خوب خواهد کرد. خب رفقا حتما نظراتتون رو راجع به این کلیپی که خیلی وایرال شده تو بخش کامنت ها برای ما بنویسید. فارغ از اینکه اون خانم حالا چه نقشی توی این ماجرا داشته و آیا اصلا مادر یکی از دانش آموزا بوده یا نه، چنین رفتاری واقعا نمیشه هیچ معنا و مفهومی براش پیدا کرد و هیچ فردی اگه 1% هم از انسانیت بوی برده باشه نمیتونه همچین رفتاری با یه خانم داشته باشه. و کاملا جدا از مسائل قانونی و شرعی این رفتار هیچ منطقی پشتش نیست. امیدواریم سریع‌تر این فرد بازداشت بشه و یه محاکمه کاملا قانونی انجام بشه براش. من نظراتتون رو بر ما تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون.